اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. امشب شب ولادت مهر است. خورشید در سپیده این شب از خواب ناز بیدار می شود. بر شانه های زخمی امشب عیسای ناصری آواز سرفرازی انسان را سرریز می کند. امشب شب تولد عیسی، مردی که در هجای نفسهایش دنیای از ترانه گذر دارد. در میهن قدیمی من، در آفتاب سرکش دیما، مردان منتظر، خیلی زنان خسته تر از شعرهای من، در سالروز عشق آواز سبز رستن و بیداری را تکرار کنید. علیرضا نوری‌زاده، پنجشنبه 24 دسامبر 4 دیماه به شما سلام. مطابق معمول میدونید که امروز بنده مهمان عزیزی دارم، دکتر محسن سازکارا، و کلی هم مسائل و قضایی هست که باید امروز بهش بپرد. بنابراین بذاری من زیاد حرف نزنم و فقط یک نکته رو براتون بگم. نمیدونم دوستان من توی استودیو این فیلم رو دارن. رئیس جمهوری عراق رفته کردستان، در یک روستا نمایندگان تمام مذاهبی که در کردستان حضور دارن هستن. خیلی جالب. سابعه بعد کسلانی ها، زرتشتی ها، بهایی ها، اسلام انواع اقسامش، تصوف انواع اقسامش هست کرد. یه بانوی زرتشتی نماینده زرتشتیان، چقدر سیبا بود آدم این منظر رو میدی. و اون وقت به کشور خودش فکر میکرد، زرتشتی، یهودی، مسیحی حق ندارد وزیر شود، حق ندارد استاندار شود، حق ندارد سفیر شود، مقام بزرگ. سنی حق نداره وزیر بشه، حق نداره رئیس جمهور بشه. بهایی اونی که بره اون باید کش، فقط اون باید کش. آوارش کرد، زندگیشو گره، بچهشو نزاش وقتی مرد توی گورستان دفن. شرم بر شما. سلام دکتر سازگار عزیزم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای دکتر نوری‌زاده، خدمت همه بینندگان عزیز. دست نوری‌زاده، واقعا این شعری که ابتدای برنامه خوندین من که خیلی لذت بردم، بسیار زیبا بود و خوب که با نام عیسی ناصری حضرت مسیح آغاز کردین، پیامبر صلح و دوستی و آشتی. مسیحی که شخصیتش در تاریخ جاری شده و تا امروز باقیه و دلهای زیادی رو ربوده و از پشت دعوت او یک تمدن در واقع درست شده، حالا سیر تاریخیش، ولی به هر حال مسیحیت و اسلام دو دینی هستند که این توفیق رو داشتند که در واقع دو تمدن درست کردند، یا بهتره بگیم زیر جلد دو تمدن موجود اون روز دنیا رفتند. یکی تمدن ایرانی رو لباس تنش کرد تا حدی و یکی هم تمدن هلنی رو، و تا امروز هم واقعا این وجوه تمدنی جاری است. من از همین جای دکتر نوری‌زاده این نکته هم عرض کنم. خب ببینید، اسلام وقتی به شروع به نشر کرد، حرفای ساده‌ای بود در حد
یک کتاب و قرآن بود و سرمایه اصلی شخصیت پیامبرش مسیحیت هم همین وعظهای مسیح بود که جمع‌آوری کردن شاگردانش و تازه سه قرن بعد بود انجیل مدون و مورد توافق. ولی آنچه که اینها رو دوران ساز کرد، تمدن ساز کرد، عقول، شخصیت‌های بزرگ، مردان و زنان شایسته‌ای بودند که به این نهال کاشته شده اضافه کردند در تاریخ، درخت تناور درست کرد. اینو از این جهت عرض می‌کنم که در ایران، خدا شاهد اینن که ایرانی باشم این رو بگم، به عنوان یه دانش آموخته تاریخ یه خود دور که وای میسادم نگاه میکنه، ما ایرانی ها به آنچه که درخت تناور تمدن اسلامی است نکاتی رو افزودیم که زیباترین وجوه این تمدن به نظر من انصافا، یعنی حقی که ما به گردن تمدن اسلامی داریم بسی فراتر از تمدن‌های باستانی دیگه‌ای مثل مثلا عثمانی بعدی و اون موقع تمدن مصری‌ها و مصری‌هاست و حتی اندلس. بزرگترین گنجینه‌ای هم که ما اضافه کردیم و به نظر من زیباترینی که هنوز به قوت خودش هم در دنیا باقیه و دلربایی می‌کنه میراث عرفای ما، بزرگانی مثل ابو سعید ابوالخیر و بستا فروغی بستامی و عرض شود مولوی قله این عرفان، یا امثال به قول آقای آشوری عرفان شیراز، سعدی و حافظ به خصوص. ما اندیشه هایی رو اضافه کردیم که در گو به اصطلاح در تاروک این اندیشه های عرفای ما این پلورالیزم دینی مثل یک جواهر درخشان می درخشه. یعنی این پلورالیزمی که برای دنیا جذاب الان راه حل بسیاری نزاع هاست و پر از عشق و صفاست، که الان شما مورد عراق رو مثال میارید که واقعا دوست داشتنی است. انصافا باید گفت این عرفای ما بودند که مطرح کردند و حقیقت رو متکثر دیدند، گفتند نور واحدی در آینه های گوناگون تابیده و آدم ها هر کدوم یه آینن و جمع زدن بین همه ادیان و همه رو به صلح و صفا رسوندن. و واقعا جای تأسف و شاید هم تعجب داره، ولی بیشتر باید تأسف خورد که اون وقت در مملکتی که مهد امثال مولوی است ما شاهد این باشیم که مثلا علم الهدا آدمی بیاد اینطور خشک مغزی بکنه و قلم بطلان بکشن روی ادیان دیگه، دشمنی درست کنن، کینه پشوه کنن. میراث بزرگ عرفای ما عشقی که دنیا رو باهاش تسخیر کردن. اون وقت تو مملکتی که مملکت مولوی و حافظ و سعدی و ابو سعید ابوالخیر و دیگرانه، وقت ما بیایم صنایع و غیره، ما بیایم منادی کینه و نفرت و دشمنی، و آقای خامنه‌ای از یه صد سخنانیش 54 دفعه لغت دشمن رو به کار ببره، این خیلی جای تأسف، خیلی آدم دلش میسوزه. مایی که پرچمدار پلورالیزم و عشق و محبت بودن عرفامون، و به نظر من یکی از افزودنی‌ترین افزوده‌ها به تمدن اسلامی رو ایرانی‌ها کردن در این بود، البته ابعاد دیگه ابن سیناها و ابن هیثم‌ها و رازی‌ها و در بخش علم و فلسفه و اینها که جای خودش داره، ولی این میراث میراث بزرگی است و امیدوارم که این به قول شما نظام جهل و جور سرنگون که بشه، ما بشیم همون ایرانی هایی که پرچم پلورالیزم و دوستی و عشق رو به دنیا نه فقط بین خودمون باشه، به همه دنیا هم صادر کنیم و هر کسی رو در جای خودش حق ببینیم. دکتر سازگارم، یک تصویری سایت رادیو فردا گذاشته، یه مش از این اوباش با یه آخوندی جمع شدن که نام زنده‌یاد محمد رضا شجریان رو از روی خیابان بردارن،
40 سال 42 سال طول کشید تا یه پسکوچه رو به نام دکتر مصدق کردن که اونم حالا داستانش حتی خیابان اصلی که به نامش بود تغییر داد. حالا برای آقای شجریان هم اومدن و در حالی که برلن میاد نام به اصطلاح نیما زم رو روی رو به کوچه رو بر سفارت میذاره یا در یکی دو شهر دیگه ایتالیا هم شنیده می کار کردن بروکسل هم کردن. بله. و اون وقت در خود ایران یه هنرمند برجسته ای رو که بیش از 50-60 سال در واقع آواز خوند و افزود بر غنای موسیقی ایرانی اینا تحمل اسمشون ندن. همون جاست که ما میرسیم به اون نقطه واقعا صاحب دلی به مدرسه آمد ز خانقاه بشکس عهد و صحبت اهل طریق را گفتم میان آب دو زاهد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این طریق را گفتان گلیم خیش به در میبرد ز موج وین سعی میکنه که بگیرد غریق. ما الان در میان اینا با کسایی روبرو هستیم والا اینا فکر میکنن که خودشون از موج میگیرن اینا فکر میکنن با آدم کشی این کارو میکنن. من شنیدم آقای دکتر این خیلی مهم بود 4 روز یا 5 روز قبل از اعدام زم آقای رئیسی میرن پیش آقای خامنه ای یه جلسه ای داشتن که آقای اصغر حجازی هم در اون جلسه و آقای گلپایگانی هم بودن. خیلی جالبه در این جلسه 2 نفر اصرار بر اعدام زم داشتن، یکی آقای رئیسی و یکی آقای خامنه ای. اون 2 تن دیگر نصیحت میکنن که الان شرایط مناسب نیست. خیلی عجیبه برای من و خبر از جای موثقی هم داره. منظورم اینه با سوال مجددن ازت میکنم چرا اینقدر شعامت، چرا اینقدر ظلم، چرا یه مردی در 80 و اندی سال به این نقطه میرسه که با آدم کشی زنده میمونه؟ چرا؟ ببینید قرآن یه آیهی داره، یکی از اون حرفای حسابی قرآنه، میگه ان الانسان لیت خواهر راه هستخ، آدمیزاد بغیان میکنه وقتی احساس استقنا بود. آدم باید همواره در خوف و رجا باشه، آدم باید همواره فکر کنه که ممکنه اشتباه کنه، ممکنه گمراه بشه، ممکنه به راه کج بره، ممکنه که همیشه جایی بذاره که دیگران هم راست. هر کس فکر کنه حق نزد منه، یه ایستگاهی رسیدم بهش دیگه تو دست منه، بقیه ناحقن، از اینجا خون ریخته میشه، از اینجا طغیان میکنه با قول قرآن. متاسفانه در مکتب فکری فقهای شیعه و آقای خامنه‌ای یکی از بی‌سوادترین و ترسوترین آدم هایی که من به عمرم در بین روحانیون دیدم، از این حیث بدتر از خیلی هاشون هم هست، تصور میکنه شیفته آرای خودشه، تصور میکنه علم عالم دستشه، یه ده آدم جون درقابچین هم میشینن هی بادش میزنن برای این رهبر ما در دنیا هیچکی به دانشمندی اون نیست. نمیدونم به قول خاتمی، حالا شاید راضی نباشیم من اینو بگم، یه موقعی موقعی که وزیر ارشاد بود توی جلسات خصوصی میگفت این اخوان خامنه‌ای تنش به استالی آقا بود که رئیس جمهور بود اون موقع. هر چی بگی میگن ما متخصص درجه اولش، یعنی بگی الان این موتور ماشینم میخوام تعمیر کنن نمیگم بلد نیستیم. و واقعا خامنه‌ای اینطوریه، تصور خودش از خودش اینه و فکر میکنه بحرالعلومی بحرالعلومی که اون وقت علم عالم آدم هم داره، هم رمان میفهمه، هم شعر، هم فردوسی شناسه، هم موشک میشناسه، هم استراتژیست نظامی، هم سیاسی، فکر میکنه همه دنیا رو با اون تئوری توطئه بیمارگونهی که داره. واقعا یه آدم مالی خولیایی و دیوانه فقط دنیا رو این شکلی میبینه که یه هیئت مدیره اون پشت نشسته، همه کارا رو پریپلن و از پیش میسازن و اونا هم همه یهودی هن و اون پشت. خامنه اینطوری میبینه این آدم که اینطوریست، بنابراین احساس استقنا میکنه، حق فکر میکنه که فقط نزد مثلا این البته درد مشترک همه فقهای شیعه هست، از همینجا هم با عرفا دعوا داشتن، فکر میکنن این شیعه اثنا عشری که درست کردن واقعا قرن 19 هم این شکلی شده،
تصورشون هم غلطه، فکر میکنن هزار سال این شکلی شده. و انصافا چیز مسئله دار و مشکل داری هم هست این فقه فرسوده‌ای که در محورش قرار دادن و صدها مشکل اساسی داره. این فکر میکنن تموم شد، حق دیگه نزدشونه، بقیه هم برخطان. و نه فقط بقیه برخطان، بلکه وظیفه دارن سر بقیه هم ببرن به این رایی که اینا فکر میکنن درسته مثلا بیارن، یعنی به قول لغت امروزه مهندسی کنن جامعه رو و تحمیل کنن عقیدهشون به دیگر. این به نظر من ریشه فکریش که آقای خامنه‌ای اینطور به خودش حق میده که سر هر دگراندیشی رو ببره. هر کسی که غیر از او فکر میکنه ناحق بدونه و سرکوبش بکنه، بکشش، به دار بزنش. و این به نظر من ریشه ماجرا. یعنی 42 سال جمهوری اسلامی اگر میبینید که هیچ مخالفی رو تحمل نمیکنید، هیچ اندیشه غیر از اون اندیشه های ایدئولوژیک انقلابی شیعه اثناعشری فقهی رو تحمل نمیکنه، یه برچسب هم درست کرده این تهاجم فرهنگی اون نمیدونم توطئه دشمن و غیره، ریشش اینجاست که فکر میکنن این حق، احساس استقنا میکنن، بنابراین طغیان کرد. و این آموزش بزرگ مصلحین جهان رو از یاد بردن که آقا بپذیر هر کس گوشه ای از حقیقت رو میبینه، مثل داستان فیل در شهر کوران صنایع یا فیل در تاریکی مولانا. هر کس به یه جایی میشه، یا تمثیلی که عرفای ما میگن نور این عالم یه جانی داره که خداست، حالا یا هر اسمی روش بذار، این جان در آینه های گوناگون تابیده، در آینه پیغمبر اسلام تابیده، در آینه مسیح تابیده، در آینه مولوی تابیده، در آینه من و شما و هر کسی تابیده. و هر کس یه آینه است که گوشه ای از حقیقت نشون میده. حقیقت یک کلی نیست نزد یک نفر باشه، این اقیانوس از هر طرف شروع کنی جا داره، جا داره. بنابراین هیچ کس نباید مدعی باشه من یکی حقم بقیه هم برن گمتن و بقیه رو سر ببره. دکتر سازگارم، دو تا نکته مهم هست، ولی قبل از اینکه به این را بپردازم، آقای سعید لیلاز مصاحبه کرده اخیراً و اشاره کرده که خلاصه ایران در آستانه بناپارتیسم و برای 8 تا 10 سال اینا میان کشور اصلاح میکنن، درست میکنن. در زمینه سیاست خارجی هم آمریکا رو به افول، جمهوری اسلامی رو به بالاست، ما بعد حالت رقابتی با امریکا پیدا خواهیم کرد، ما هم میشیم ابر قدرت. این اوهام از کجا میاد این آقای لیلاز که تا دیروز کارشناس اقتصادی بود و امروز از تاریخ‌دانی خودش صحبت میکرد؟ من دقیقا به نظر میسید که ماموران پس پرده امنیتخانه مبارکه داره حرف میزنه. چی میگه ایشون؟ شما میشناسینش؟ من نمیشناسم ایشون. بله بله، اگرچه ما آموزش علی علیه السلامه که مرد رو به حق باید سنجید نه حق رو به مرد، اگرچه ما باید حرف ایشون رو تجزیه و تحلیل کنیم، بله، شخصش بله. حالا به کنار، ولی در مورد آقای لیلاز من فکر میکنم یه خود شخصش هم بشناسیم که این حرف رو کی میزنه بد نیست. والا من بار دومی که رئیس سازمان گسترش شدم سال 67، آقای لیلاز اون فاصله که من نبودم کارمند بخش روابط عمومی سازمان شده بود، مثل که کارهای روزنامه‌ای هم میکرد و بعدم رفت ایشون تاریخ خوند، دانش آموخته تاریخ، نمیدونم تا چه مقطعی هم تحصیل کرده ولی میدونم دانش آموخته تاریخ هم هست. و وقتی من چند سال بعد دیگه هیچ وقت ایشون ندیدم، مصاحبه ها و اظهار نظرها شدیم، دیدم ایشون در قامت یک اقتصاددان ظاهر میشه، خیلی تعجب کرد. یعنی میدونید آدم چیزی رو که نمیدونه بیاد اظهار نظر کنه، تحصیلش رو نکرده، نشونه علم آدم نیست، نشونه جهل آدمه. و بارها دیدم ایشون به عنوان اقتصاددان اظهار نظرهای اقتصادی میکنه، اونم یه وقت از من میام نقل میکنم، میگم آقای دکتر طبیبیان اینو گفته، آقای دکتر خاوند اینو گفته، آقای دکتر غنی نژاد یا دکتر منصور، خب دارم نقل قول میکنم از اهل فنش. اما یه وقت بله. خودم را اصلا میام میگم نقل بنده اقتصاددانم اینجوری اینجوریه، این معلومه که آدم جاهلی هم اگر این کارو بکنم. و ضمناً ایشون سر و سرش با دستگاه اطلاعاتی
ظاهراً تا اونجا که من شنیدم و دنبال کردم برقراره. منتها ببینید امثال این آقای لیلاس تو حکومت هستن، اینا تو اون حلقه های اصلی قدرت که نیستن، که یعنی بیشتر بو میکشن باد از کدوم طرف میان، یا دست کم یه خود بالاتریاشون میگن حالا برین اینم بگین، اینم اینجوری کنین، و بعد سعی میکنن خودشون با باد تنظیم کنن. الان امثال آقای لیلاز بازم داریم، من نمیخوام حالا کش بدم و به درازا بکشونم اسامی مختلفی این روزا مطرح کنم. اینا آقای دکتر فهمیدن که دورور آقا مشتبه که باد قدرت از اونجا میوزه، از اون دفتر مرکز، که این روزام اون فرید حداد که بدرزن ایشونه اون بله. شورای سه نفره با میثم خامنه‌ای و پسر گلپایگانی محمدی گلپایگانی مسئول شده، اون فرید که آقا مشتبه رو به اسم آیت الله عظما بیارنش از زیر آب، این زیر دریاییشو بیارن بالا، الان سر دکلش از آب اومده بیرون و تو شبکه‌های اجتماعی یواش یواش مطرحش کنه. و کاری رو که 3-4 سال این آقا مشتبه داره میکنه و عملا قائم مقام رهبری است و در تمام جنایت‌های خامنه‌ای و دزدی‌های خامنه‌ای شریک و همراه سهل از آبان 98 اصلا پشت ماشین سرکوب آدم‌کشی نشسته بوده مستقیم، دارن یواش یواش میکشنش بیرون که به خورد مردم بدن. و قدرت الان از اون دفتر مرکز که ایشون درست کرده داره آدم میچینه در لایه‌های مختلف، باد قدرت هم اونجا میاد. امثال آقای لیلاز به نظر من حالا یا بهش گفتن یا خودش بو کشیده فهمیده که اونجا لیستی که داره آقا مشتبه پایین بالا میکنه احتمال زیادی سپاهی قراره بیارن بکنن رئیس جمهور و سپاهی که حالا یا امثال سعید محمده یا کسیست که به هر حال مطمئن باشن که سرش به قدر کافی زیر بغل آقا مشتبه است. اینیست که شروع کردن به قول خودشون فرموله کردن و موجه کردن این که باید مثلا نظامی ها بیام سر. اینو این زمزمه رو الان از یه عده بادنجون دورقابتون مجلس هم میشنویم. ولی آقای دکتر حالا بیام سر اصل هر همونو میخوام برسیم سر اصل هر. اصلا خیلی احتمال داره که یه نظامی رو، یعنی یه کسی با پیشینه سپاهی رو بکنن رئیس جمهور، ولی اصل حرف غلط. ببینید اولا که اینی که سپاهی ها بیان کشور رو بشن رئیس جمهور یه بار کردن این کار، احمدی نژاد رئیس جمهور، همین آقای رمضان شریف و یکی دو نفر دیگه از سپاهی ها همون موقع که احمدی نژاد و هول هول کشیدن و آوردن و پشتیبانیش کردن و آخرین لحظه پلش دادن و کردن و تقلب کردن، همون دور اول کروبی برنده بود، خطش دادن هاشمی رو کشوندن به دور دو، کلا سرش گذاشتن و با 8 میلیون تقلب احمدی نژاد رئیس جمهور کردن. همون موقع حضرات ادعا کردن همه جریانات در اداره کشور به بن‌بست رسیدن، این حرفاشون بود. حالا نوبت سپاهی که کشور رو نجات. خب دیدیم احمدی نژادی رو آوردن سر کار که فاجعه خلق، خودشون بعدن از دستش فرار کردن، بعد گفتن جریان انحرافی شد، اینجوری شد، اینجوری. اولا ثانیا این سپاه، یعنی بنابراین حضرات امتحانشون رو در اداره مملکت پس دادن، هر کدومشون هم رفته وزیر شده مثل رستم قاسمی، جز یه مش دوزی و فساد ندانم کاری هیچ چیز دیگه ای به جا نگذاشتن. ثانیا سپاه سازمانی است که الان واقعا فاجعه، یکی از فجایع کشوره. بعضیا به من ایراد میگیرن آقا تو خودت بنیانگذار، آقا اونی که ما به خدا اون روز بخواستیم درست کنیم یه سازمانی بود با 500 تا کادر حد اکثر، 5000 40000 نمیدونم کادر نیمه وقت، الباقیش هم ارتش مردمی که کشور دفاع کنه. بندم که سه ما بعدش رفتم. اینی که الان به وجود اومده یه هیولای مافیاییه که تو قاچاق مواد مخدر هست، تو آدم کشی هست، تو تروریسم، از کابل تا کاراکاس هست، تو داخل از کشتی سازی و تراکتور سازی رو خورده تا نمیدونم صنایع غذایی، تو بانک هست، تو و این هیولا اصلا دخلی نداره. این هیولا هیچ جای دنیا این شکلی نیست و این هیولا شریک
50-50 آقای خامنه‌ای و پسرش در دزدیدن از کشور، چپاول مردم، آدمکشی در مردمه. و این هیولا که الان اومده، این نه انضباط اونجوری داره که بگیم اقلا مثلا یه ارتش مثلا چه میدونم مثل پرویز مشرف تو پاکستان یا اسیسی تو مصر مثلا یا جمعنم جنرال پینوشه در شیلی مثلا میتونه حالا اقلا با انضباط یه سازمان نظامی مثلا بیاد کشور بگه. اصلا این خبران نیست. پا یه جای ولنگواز عرض شود که پر حرفای متناقض و پر از دوز، پر از فاسد، پر از انحراف. و این سپاه در واقع اون نظامی که حالا بعضیا فکر میکنن ذکر امن یجیب گرفتن نظامی ها بیان مثلا انجام بدن، اصلا این نیست. و ضمن اینکه چه فایده ای هم داره؟ یعنی این سیکل معیوب خاورمیانه که اسلامگراها بگیری بدی دست نظامی ها، نظامی ها بگیری دوباره بدی دست اسلامگراها. سپاه حتی اون نظامیه نیست، سپاه یه خودش یه اسلامگرای ایدئولوژی که هشلهف آشفته است که آشفتگیش و دزدیش رو به خصوص فسادش رو به کشور سرایت میده، سهل است به منطقه هم سرایت بده. میکروب خودش رو تکثیر کرده تو عشق شعبی و تو حوثی ها و تو حزب الله لبنان و مدل خودش رو درست کرده، سازمان های سیاسی، نظامی، دوز و آدم خوش. میرسیم الان دکتر به این که بناپارتی یه لغت حالا یاد گرفتن. آقا بناپارت پشت انقلاب فرانسه و آشفتگی های چند سال بعد از انقلاب فرانسه، جنرال نابغه‌ای بود که در 22 سالگی جنرال شده بود به دلیل انقلاب، اومد و جمعش کرد و یه دولت مقتدر درست کرد شبیه اون چیزی که بعد انقلاب مشروطه در ایران اتفاق افتاد. بله رضا شاه یه فیل استیتی که شده بود، یک کسی مثل رضا خان اومد جمعش کرد شد رضا شاه و مرتبش کرد کار خوبی، یعنی کارهای خوبی هم تحویل داد. بعد من دیکتاتوریش نمیگم کار خوبی بود، ولی واقعا خدمات ارزنده ای کرد. شاید تو اون مقطع روشنفکرای مشروطه هم بی دلیل دفاع نمی‌کردن از یه دولت مقتدر ملی، برای اینکه کشور پاشید. نه 42 سال بعد از انقلاب اسلامی که تمام آفات مملکت داری اسلامی و اسلامگرایی رو ما کشیدیم، تمام آفات یه انقلاب رو تو دهه اولش تحمل کرده ملت، حالا تازه دوباره دیریم دام دام بناپارت بیاریم. چون کدوم بناپارت؟ الان باید اگر دلسوزی برای کشور هست کمک بکنیم همه که این رژیم رو به زیر بکشیم، ببریمش به سمت دموکراسی، نه اون سیکل معیوب خاورمیانه و نه اون سیکل معیوب تاریخ ایران، استبداد هرج و مرج استبداد به قول دکتر فاطمی. به هر حال این حرفای دکتر بیشتر از این که بنیه فکری داشته باشه به نظر من بوی نوکری میده و بادسنج یا آقایون یا دستور بهشون دادن اومده این حرفا. کاملا با تون موافقم دکتر سازگار. از بدین یه درنگ کوتاهی بکنیم و بازگردیم، حرفای بسیار مهمی در پیش رو برای گفتگو هست. با درود دوباره هونیاک، گروهی که یک ترانه قدیمی مگه صحابی رو که هم ساخته بود و شعرش گفته بود و ویگن میخوند تکرار کرد. چقدر قشنگه این بازسازی ها و زنده نگاه داشتن نام هایی که در موسیقی ما ستارگان بزرگ بودن. خب دکتر سازگارا، مسئله خرید واکسن الان در ایران یه مسئله شد به این معنا که آقای علی مطهری میگه آقا جان اینا نرفتن پولشویی رو تصفیه بکنن، بنابراین بهشون نمیتونن پول منتقل کنن. آقای ربیعی میگه نخه ما پول داریم و همه جورم به هر شکلی شده میدیم. آقای روحانی میگه خیالتون جمع باشه 200 میلیون دلار خلاصی برای این کار است. واقعا داستان چیه؟ چی کار اینو دارن میکنن؟ من شنیدم برای خداشون که خریدن، حالا بقیه ملت بیچاره چه؟ نمیدونم والله. من اول یه جمله رو میخواستم تحسین کنم، این آهنگی که پخش کردین چیزی که جلب نظر منو کرد اینجور تلفیق سنت و مدرنیست توش بود، یعنی گیتار و ویالون دوتا ساز غربی در کنار دایره و ستار که از ارکستر و آرانجمان عالی، واقعا آفرین. اما برگردیم به سوال شما. والا آقای دکتر نوری‌زاده،
من الان دو هفته است اصلا از شدت ناراحتی و عصبانیت هر وقتم راجع به موضوع حرف میزنم عصبانی میشم. امیدوارم بتونم خودم کنترل کنم الان عصبانی نشم و گزارش بکنم. به عنوان کسی که از نزدیک دنبال کرد و سعیمو کردم همین الان هنوزم از پا ننشستم که این واکسن حالا که به دنیا اومده، فایزر امریکا و مادرنا دو شرکتی هم که انجام شده، جانسون اند جانسون هم در راه و ژانویه واکسنش احتمالاً تایید میگیره و میاد به بازار. زورمو زدم که این رو هر جوری هست به ایران برسون. یعنی اول که آقای همتی گفت که تحریم ها مانعه، بلافاصله دوستانی که داشتم خواهش کردم آقا بریم ببینین این واقعا کجاست، دروغ میگه آقای همتی. بعد معلوم شد دروغ میگه، یعنی سرصدای کوواکس و سازمان بهداشت جهانی در اومد. بله درسته، برای خرید واکسن نیست. ایران چرا این حرفو میزنه؟ چون من گفتم اگه بگن کجا گیر کرده، من اینجا شکم اداره خزانداری آمریکا رو میکشم بیرون اگه بخواد جلو اینو بگیره. من و دوستانمون در اینجا و دائما تماس داریم و صحبت. بعد گفتن نه این اون واقعیت. آقای دکتر نوریزاده، حالا بعضیا به من میگن تو خیلی ظاهرا با خامنه ای بدی، هر چی میگی یه لغت به خامنه ای میزنی. باور کنید این اصلا اینطور نیست. این مرد و پسرش، تو هر جو میگیم دیگه بعدش پسرش هم بیاد، برای اینکه با هم دارم میاد اینا پاشون تو همه کفشون. دیروز وزیر بهداشت یه خود پرده رو زد بالا و معلوم شد که اخباری که ما داریم غلط نیست و درست. آقای خامنه‌ای تکلیف کرده 20 میلیون دوز واکسن از سینوواکس چین بخره. سینوواک ببخشید، شرکتی که هنوز واکسنش حاضر نیست و معلوم هم نیست کی حاضر شد. و بعدم به چینی ها چه اعتمادیه که دیتای خود بیماری رو غلط به دنیا دادن و دنیا رو تو این چاله انداختن. گفتن این از آدم به آدم منتقل نمیشه. اون سازمان بهداشت جهانی احمق هم اینو به همه کشورها گفت و همه مبتلا شدن. اینا خب دور چی رو میبستن دنیا نمیگه. بله. چه بر چه اطمینانیه که واکسنش دیتاش درست باشه، چون همه واکسن سازیه و اون داکیومنتیشن و اون 20 میلیون دوز از چین به 200 میلیون یورو بخرن که در واقع شاید 4 برابر قیمت واقعیش. یعنی این تو بخور بخوره، دارن میخورن این تو میشه واسه 10 میلیون آدم. حالا کی برسم خدا میدونه، اصلا چه اعتمادی به اون واکسن. باقیش هم بنیاد برکت زیر نظر آقای خامنه‌ای، ستاد جای فرمان امام، قرار است واکسن ایرانی تولید. آخه شما رو به خدا ببینید، مگه سطح پزشکی آلمان یا فرانسه یا سوئیس یا کشورهای اینگونه از ایران پایین تره؟ بزرگترین کارخانه‌های داروسازی در آلمان مثلا. ولی واکسن سازی یه کاریه که تجربه میخواد و اگه قولی مثل فایزر رو آلمانا هم وقتی اون زن و شوهر تکنولوژی که برای سرطان کار کرده بودن منتقل میکنن، NIH امریکا هم رو همون کار کرده بوده. NIH با شرکت مادرنا در میون گذاشت، اونها دادن به فایزر برای اینکه، وگرنه میدادن به بایر مثلا، برای اینکه بایر هم میداند که فایزر تجربه واکسن سازی داره. و این یک کار، ببینید قولی مثل آکسفورد و آسترازنکا هم که به لحاظ علمی که کم ندارن که، ولی چون تجربه واکسن سازی ندارن الان داکیومنتیشنشون تو مرحله آزمایش مثلا رو 30,000 نفر 40,000 نفر اشکال داره و میگن اگر درست نکنن تاییدیه و اپروف نمیگیرن از این کشورها. ببینید و واقعا به قول آقای دکتر خاوند از جلوه های خیلی خوب گلوبالایزیشن و همکاری جهانی بود، چون به طور نرمال واکسن 2 سال طول میکشه ساخته شه. بله، 8 ماهه دنیا دست به دست دادن و واکسن اومد به بازار. شب و روز هم دارن تولید میکنن، به همه دنیا هم دارن میدن. همه دنیا مثل آدمیزاد، از اون عربستان شما بگیرید تا
عرض شود که کشورهای آفریقایی اگه پولم ندارن، بیل گیتس اومده وسط میگه پولشو ما میدیم از گیتس فاندیشن، تا کشورهای اروپایی از آمریکای لاتین اومدن سفارش میذارن 50 میلیون این گوشته 40 میلیون اون، پولم ندارن تامین میکنن. اصلا اون کوواک درست شده در سازمان بهداشت جهانی که کشورهایی که پولم ندارن اونجا وام بدن بتونن بخرن. یه کوشش بشری داره دست به دست میشه برای اینکه همه دنیا واکسیناسیون بشه در کوتاه‌ترین زمان. میلیاردها میگه آمریکا نذار. اصلا آدم تلافه میشه. ایشون واقعا به نظر من دو دلیل داره که شخص آقای خامنه‌ای و پسرش جنایتکار در مسئله کرونا هستن و این راه حل احمقانه رو پیش پای کشور گشتن. بعدم چون میترسن به مردم راستشو بگن، دائما هم تناقض، یه روز میگن اینو نمیذارن، یه روز میگن. حرف آقای مطهری رو من نمیدونم درسته یا نه، ولی اونم مشکل اصلی نیست. یعنی 50 میلیون دلار ندادن فهمیه از کوواکس بخره، اصلا نیازی به کوواکس هم نیست. ایران میتونه مستقیما واکسن از فایزر بخره، الان میتونه از مادرنا بخره، از جانسون جانسون بخره. و من آقا زامن، همه دوستان ما اینجا زامن، اگر به اشکالی خورد بگن از محل 70 میلیارد دلار ذخیره ارزی داره ایران، پرش گرونترین واکسن که مال فایزر 16 دلاره، اونم به دلیل اون جعبه هایی که زیر 70 درجه توش یخ خشک می‌ذاره نگه می‌داره گرونه، وگرنه نصف این قیمت هم کمتر هستش واکسن هایی که داره میاد. پرش برای همه ایرانی ها 1 میلیارد و خورده ای میشه. و چرا نمی‌کنم؟ برای اینکه آقای خامنه‌ای گفته که اینو یه فسادی اونجاست، 200 میلیون یورو بخورن با اون، باقیش هم بنیاد برکت و با جان 80 میلیون ایرانی دارن بازی و خاک بر سر امثال آقای نمکی، آقای روحانی، آقای ظریف، اینا که تکنوکراتن. آقای روحانی که تکنوکرات نیست و این چیزا رو میفهمن. یا خانم مینو مهرت، ایشون که استاد دانشگاه تهران بود ولی جیجی باجی آقای ولایتی شد وقتی ولایتی وزیر بود و از اینجا راه به قدرت پیدا کردن و راه حل درست رو پنهان میکنم و دنبال این حرف احمقانه را افتاد. مثل آدمیزاد به هر جایی، مثل همه کشورهای دیگه، هرچی زودتر سفارش بذارم برای این واکسن سازهای بزرگ که زودتر واکسن به ایران برسه و نمیکنم. من به هر دری آقای دکتر زدم در داخل ایران از دوستایی که میشناختم، گفتم اگه لازمه التماس بکنی به وزارت بهداشت، به سپاه، به بنیاد برکت، به هر کی دستتون میرسه. حتی سعی کردم کانال بزنم تو بیت رهبری، بلکه این راه باز شه و واکسن به مردم ایران برسه. همش به یه دیوار آخری خورد. آقا اون پشت دستور دادن نشود و بر وزن همه یه چیزایی هم که آقای خامنه‌ای میکنه، جرأتش هم نداره مسئولیت یه چیزی رو بپذیره. آدم ترسو، دیکتاتور بزدل، اون پشت میشینه و مسئولیت هم نمیپذیره، ولی عملا جلوی خریدن واکسن رو گرفتن برای فسادی که دارن. و البته شنیدم هم حتی پیچیدنش لاین، یعنی یک کسی به من گفت، گفتم آقا من حتی حاضرم برم صحبت کنم، شده از محل اون 12 میلیارد دلار جرائم بانک ها مجانی این واکسن رو به ایران برسونیم، به شرطی که نره دست دولت به صادرش به عراق یا برتر از ناصر خسرو در بیاد، برسه به از طریق صلیب سرخ، برسه به بیمارستانی که تزریق کنن. گفتن آقا نمیذاره، میگن نمیشه بگن واکسن اروپاییه. میگم آخه ببخشید احمق، واکسن فعلا آمریکایی‌ها ساختن، هیچ کشور دیگه‌ای نساختن. بعد اصلا این آمریکایی‌ها تنها نیستن که ساختن، دنیا دست به دست داده، همه دانش و بینش گذاشتن رو هم دیگه و میدونستن آمریکا زودتر از همه میسازه، همه کمک کردن این واکسن ساخته شد. آقا این چه دشمنی هم، این چه مالی خولی هاییش که آخه داریم. به هر حال آقای دکتر، قصه اینه، قصه غم‌انگیزیه و من هنوز ناامید نیستم. اون بارم عرض کردم امیدوارم بتونیم، مشکل خوردیم بدونید که مقصر شخص خامنه‌ای و پسرش، مخصوصا پسرش هم میگم، برای اینکه الان دیگه خیلی کارها رو مشترک. بله، من یک در واقع جمله معترضه باید اسمش رو بذارم یا هرچی در این زمینه،
اینها در یمن آقای دکتر سازبارا یه ملتی بودن علی‌رغم همه بدبختی ها، فقر، گرفتاری، مصیبت، فضای یمن یه فضای دموکراتیک، یعنی در اونجا یهودی در کنار بهایی در کنار مسلمون زندگی میکرد و شاید یکی از معدود کشورهای عربی بود که یهودی دوست داشتن بمونن، چون به اون سنت ها و اینا وارد یمن شدن. جمهوری ولایت فقیه امروز یمن داره بال و پر میزنه، کرونا داره میکشه، بیداد میکنه، حکومت صنعا دست حوثی هاست و میزنن سرکوب میکنن. دیروز یه مالیات برای مردم گذاشتن که مردم اصلا پول نداره اینو بده. چی داده دستشون آقای خامنه ای؟ الموت لامریکا، الموت لاسرائیل، لعنت علی یهود، لعنت علی یهود، یعنی لعنت بر یهود در یمن معنی دیگری داره، معنی مضاعف داره، برای که این یهودی تو یمن راحت زندگی میکردن، مشکلی نداشتن. اینا اومدن و باعث شدن بیچاره یهودی ها فرار کنن برن، عاشق خاکشون بودن، اصلا با یهودی های تو اسرائیل متفاوت بودن، یهودی های سنتی بودن، از قدیم الایام تاریخ اینا در یمن بودن. و هم تو بهایی ها تمام مغازه های عینک فروشی عدن بهایی ها بودن، پزشکا بهایی بودن، ایرانی رفته بودن اونجا. و من بسیار متاسفم که این رژیم جهل و جور و فساد مصیبتش فقط محدود به ایران نشد. امروز آقای قاآنی رفته عراق، دیروز رفته عراق، از صبحم با این آدم کشاشون آقای خزعلی و آقای نمیدونم اینو اون داره باشون گفتگو میکنه، که آقای هادی العامری، و که یه برنامه ریزی دارن. حالا دولت عراق هم خیلی مراقبه، خیلی هم نگران که اینا چه برنامه ریزی کردن. از اون برم دبیر شورای امنیت افغانستان به ایران آمده و اخطار به جمهوری اسلامی که آقا اگه شما ادعا دارید با ما هستی چرا به طالبان کمک میکنید؟ وقت آقای ظریف فکر کرده با یه جمله که بگه طالبان هنوز نظر جهانی در لیست تروریسته مسئولیتشون رو حل میکنه. حالا برگردم به بخش اصلیمون، من این جمله معترضه رو گفتم. یک مصوبه مجلس داشت آقای دکتر که با نامزدی منصوبان رهبر در انتخابات مجلس موافقت کرد. آیا این نیازی به موافقت مجلس داشت؟ این خودشیرینی برای چی بود؟ یعنی یه لایحه بی‌معنا. بله، لایحه بی‌معنایی است، یعنی منعی نداشته. اگر یک کسی که نماینده مثلا ولایت فقیه بوده در یه جایی، یا به هر حال منصوب رهبر بوده، بخواد بیاد کاندیدای رئیس جمهوری بشه در آن انتخابات، منعی نداشته. من هم فکر میکنم یه به اصطلاح حرف بی‌حاصلی است. احتمالاً باز حضرات در مجلس بهشون گفتن که رئیس جمهور بعدی که میخوام بکشن بیارن بالا، از بین اینایی که ممکنه رهبر حکم داده تو شورای تشخیص مصلحت نظام گذاشته، یا توی همین سپاهیاس، یا توی اینها، این رو گذاشتن که بگن مجلس هم همراه. به علاوه دکتر، این مجلس مجلس بسیار بی شخصیت و بی اراده است. چند دوره است، چندین بعد از اون مجلس اول جمهوری اسلامی اگر بگذاریم که امثال بازرگان و مشتهد چبستری و اینا توش بودن و کم و بیش حرف مستقلی می زدن، از اون به بعد کم و بیش میشه گفت مجلس بیشتر یه جای بیشخصیتی بوده که اگرم یه وقت از خودش شخصیت خاصه نشون بده، با حربه شورای نگهبان تو سرش زدن و نگذاشتن یه مجلس ملی باشه واقعا. و ندیدیم واقعا تو هیچ کدوم از مجالس جمهوری اسلامی، الان دوره 11 هم شده، چهار تا حرف حساب در ادعا همش دوره هفتم یه خورده بود اینا، اما شما 5 تا نماینده نمیتونید بشمرید در همه این ادوار 40 ساله که مستقل و ملی حرفی زده باشه پاش باشه. چرا داشتیم امسال اون شهر پسند جوانی که از کرج اومد پشت تیرگون حرفش رو زد سرش انداخت پایین استفاده داد رفت، یک در حق اونها رو نباید نادیده گرفت. ولی الباقی واقعا من حیث المجموع مجلس بیخاصیت و بله قربانگو روز به روز هم بدتر شده، یعنی به موازاتی که دیکتاتوری خامنه‌ای شدیدتر شده،
مجلس مطیع‌تر، بله قربانگوتر و دنباله بادبادک بیت رهبری شده که اونجا رابر استمپ پارلمان. بله دکتر سازمان، بله اون کارو بکنن یا نکنن. بر صورت به نظرم اینا همه کارهاییست که واسه این رئیس جمهوری او میکشن یا بهشون دستور میدن میکنن. هنوز من نفهمیدم از این کیسه آقا مشتبه و عبدی چی میخواد بیرون. میدونم در دوازده آدم دارن بله. جنرال مکنزی فرمانده سنتکام اخطار داده به جمهوری اسلامی اگه اینا بخوان به خاطر قاسم سلیمانی کاری بکنن ما جوابشون میدیم. بعد یک زیردریایی بزرگ آمریکا موشکای عجیبی داره وارد خلیج فارس میشه، پشمندش یه زیردریایی اسرائیلی. آیا شما فکر میکنید این دوباره برای نخستین بار اسرائیل اعلام میکنه؟ قبلا هم میرفتن این میجیتا و میرفتن ولی اعلام نمیکرد. چه اتفاقی داره میفته؟ آیا واقعا فکر میکنین در این ماه‌های پایانی، در این هفته‌های پایانی آقای ترامپ ممکنه اتفاقی بیفته یا بودن، یا به نظر میرسه امریکایی‌ها خبر دادن که جمهوری اسلامی ممکن بخواد کاری بکنه در سال روز قتل آقای سلیمانی؟ نه جمهوری اسلامی آقای دکتر کاری نمی‌کنه، آنچنان که بعد از فخریزاده دیدیم تحلیلشون نهایتاً این شد که صبر کنیم بایدن بیاد در کار. و نه. چون به اون پوله احتیاج داره آقای خامنه‌ای، من قبلا هم عرض کردم، باز هست به معمول که اون پشت میشینه و مسئولیت نمیپذیره، خودش دستور داده هر جوری هست برین مذاکره کنه. قبل از انتخابات آمریکا گفته بود کارگروه درست کنن. فوری فوتی آقا به ده 20 میلیارد دلار پول احتیاج داره، نه برای مردم ایران، برای همین لاتا و ارازل و آدمکشایی که از طالبان تا حزب الله تا کاراکاس و غیره بعد بهشون پول برسونه. اون دفعه هم سر برجام ایشون 18 میلیارد دلار کم داشت توی سوریه، دنبال اون 90 میلیارد دلار رو 90 خورده میلیارد دلار ذخیره ارزی که آزاد شد با برجام میخواست بزنه به این زخم‌ها و الان هم اونجا پول میخواد. بنابراین هیچ کاری ایران نمی، اما فکرم نمی کنم حالا در دوره آقای ترامپ ربطی به بودن آقای ترامپ یا آقای بایدن داشته. اونچه که احتمال من میرم، طبیعتا نمیدونم پشت تصمیمات نظامی چیه، کسی هیچ کس نمیدونه جز خیلی مقامات ارشد، ولی حدس من این است که اسرائیلی ها چون نشون دادن منتظری هیچکی نمیشن، اطلاعاتی از پروژه هسته‌ای ایران دارن و بحث جنگ افزار هسته‌ای در ایران که کم و بیش معلوم شده جمهوری اسلامی از قبل از برجام تا بعد از برجام و همین الان هرگز این پروژه رو متوقف نکرد و دروغ گفته به دنیا. کارهایی که منجر به ساختن جنگ افزار هسته‌ای میشه رو دنبال کرد تمام این سالیان، تا همین الان هم و ادامه داره میده. اینا چیزایی نیست که از چشم دنیا پنهان بمونه، از چشم اسرائیلیا دست کم پنهان نمونه. بعید نیست که اسرائیلیا تو این زمینه البته عملیات نظامی بخوام بکنه امریکا رو در جریان، ولی دیدیم که عملیات اطلاعاتی و نمیدونم ترور رو اینا بخوام بکنن حتی امریکایی‌ها هم در جریان نمیذارن. بعید نیست که اسرائیلی‌ها نمیدونم، ولی اطلاعاتی دارن از پروژه هسته‌ای ایران که ممکن است که بزنن، زورشون هم میرسه، هواپیماش هم دارن، موشک هم دارن و مراکزی رو شناسایی کردن که اونجا کارهای مخفیانه نظامی داره میشه، تعارف هم ندارن میرن میزنن. و این زیردریایی فرستادن و این چیزا بخشی از آمادگیشونه که وقتی اینجاها رو زدن اگر جمهوری اسلامی بخواد واکنشی نشون بده آماده باشن و تلافی عرض کردم. ممنونم دکتر سازمان. و خبر خاصی البته ندارم، ولی میدونم پروژه هسته ای ایران متاسفانه این هوس ساختن بمب اتمی روی تحلیلی که آقای خامنه‌ای داره اینا از سر آقایون نرفته و تمام سالیان هم کار کرد. ممنونم از دکتر سازگار را مثل همیشه بسیار ممتع و بسیار دلپذیر بود. قربونت برم. ممنونم از
ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته بود. ایرزا نوریزاده به اتفاق دکتر سازگارا دوست عزیزم در این شبی که میلاد مهر و مسیح است، یک بار دیگه آرزو میکنم سال خوبی باشه، سال کرونا بره و برای جوانها جوانترها سال پر از امید و گشایش باشه. بدرود.